از سال 96 به این سو یک سری روندهای پایداری در جامعه ایران شکل گرفته که شما در هر برهه ای از زمان وقتی که اتفاقی میفته مثل رأی‌گیری شما شاهد اون هستید. با توجه به اعتراضات پی در پی که از سال 96 آغاز شده، مردم ایران، اغلب مردم ایران، اکثریت مردم ایران از هر فرصتی استفاده میکنن که نه تنها یک نه بزرگ به جمهوری اسلامی بگن، بلکه یک سیلی محکمی هم بر چهرش بنوازن. و به نظر من این رسوایی به اصطلاح انتخابات به اصطلاح و یا سیرک انتخاباتی که مردم بر اون نام گذاشتن به هر روی یک سیلی سخت دیگری بر چهره نظام. ببینید، جمهوری اسلامی همیشه انتخابات از زمان خاتمی برگزار کرده که هرگاه در درون و بیرون از ایران دچار بحران شده و به صورت یک نمایش مشارکت سعی کرده این بحران ها سرپوش بذاره و حل اونا رو، که البته چون که راه حلی نداره فکر بکنه در آینده بهتر میتونه اونا رو مهار بکنه. الان همین افسانه انتخاب بد و بدتر، افسانه این که یک جمهوری اسلامی خوبی هست و این جمهوری اسلامی خوب نمایندگانشون نزد اصلاح طلبانن و مردم ایران اگر که به این اصلاح طلبان رأی بدن حتی ذره‌ای فرزند ذره ای از وضعیتشون بهتر میشه یا میتونه جلوی بحران ها رو نگاه کنه. شما اگه از همون زمانی که اصلاح طلب ها بر سر کار اومدن روند و یا شاخص های فلاکت رو در ایران در نظر بگیرید، تا امروز یک سیر صعودی داشته. جامعه ایران فقیرتر، حکومت فاسدتر و دستگاه سرکوب به اصطلاح بی‌رحم‌تر شده. از اون طرف شما به وضعیت اصلاح طلب ها هم نگاه کنید، اینها از اون روزی که رأی های 20 میلیونی داشتن، اکثریت مطبوعات رو داشتن، حمایت خارجی رو داشتن، افکار عمومی رو با خودشون داشتن، مجلس رو داشتن، از اون سال 76 در نظر بگیرین تا به امروز بی جایگاه‌تر، بی آبروتر و بی اعتبارتر شدن. اون چیزی که برای جمهوری اسلامی افتاده، چه بدش چه خوبش، در نظر مردم ایران فرو ریخته و افسانه‌های بنیادی و اسطوره‌های بنیادی نظام جمهوری اسلامی الان نقش برقاب شده و برای مردم دیگه جذابیتی نداره. اما اون چیزی که مهمه، مشکل جمهوری اسلامی همونطور که دوستان دیگه بیان کردن، مشکل ساختاریه. 80% قدرت، بیش از 80% قدرت نزد اون نهادهایی که مردم و یا رئیس جمهور اگر که حتی در یک انتخابات آزادم برگزیده بشه، توانایی تاثیرگذاری ها بر اونها رو نداره. ببین، بحران های اساسی ایران یکی بحران سیاست خارجی. رئیس جمهور صرفاً مجری به اصطلاح سیاست های کلی نظامی که توسط رهبر تعیین میشه. مشکلات اقتصادی دست مافیایی سپاه و همچنین بیت رهبریه و ریاست جمهوری هیچ نقشی در بهبود این اوضاع نداره. مسئله سرکوب مردم، گشت ارشاد، مسئله مشکلاتی که در آموزش و پرورش هست، مشکلاتی که در آموزش عالی هست، وزرای کلیدی همین کاندیداهایی که از شورای نگهبان عبور میکنن، وزرای کلیدی مثل وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزیر دفاع، وزیر نفت باید با تایید دفتر رهبری معین بشه. بنابراین در این وضعیت شما اگه جان لاک هم بیارین بذارین جای رئیسی، اگر که آدام اسمیت هم بذارین جای رئیسی، چرچیل هم بذارین جای رئیسی، تبدیل میشه به یک جلیلی دیگه، تبدیل میشه به یک پزشکیان دیگه. مشکل ساختاریه. اون مغالطه‌ای که اصلاح طلبا میکنن اینه که پزشکیان رو ببینید، جلیلی هم ببینید چقدر متفاوته. صحبت بر سر این تفاوت‌ها که میشه پذیرفت نیست. صحبت از اون نتیجه غلطیه که از این تفاوت‌ها این دوستان میگیرن. و این به اصطلاح این ایدئولوژی، به نظر من این مردم فریبی که اصلاح طلبا برای 20 سال تداوم بخشیدن به اون دیگه برای مردم به اصطلاح رنگ و بویی نداره و اعتباری نداره.